به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه هوت سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه مارچ سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. هشدار مجلس از تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه. تأخیر معرفی کابینه به این شکلی که با سرپرستی ما اداره امور دولتی را اداره میکنیم، این غیر منصفانه است. گفتگوهای رو در روی چین با طالبان. چین در ماه‌های گذشته تا اکنون 3 بار در مکان‌های مختلف با طالبان گفتگوهای را انجام داده است و از طالبان خواسته است تا با دولت افغانستان وارد گفتگو شود. ناتوانی حکومت در بازپسگیری زمین‌های غصب شده پروژه جدید کابل و تأکید رئیس استخبارات آمریکا بر پیکار دراز مدت در برابر داعش. مشروع خبرها. مجلس نمایندگان هشدار می‌دهد که تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه سبب بی‌اعتمادی جامعه جهانی به حکومت وحدت ملی خواهد شد. رئیس مجلس نمایندگان می‌گوید حکومت ناگزیر است اعضای باقی مانده کابینه را تا پیش از سفر رئیس جمهور به آمریکا به این مجلس معرفی کند. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که انتظار می‌رود اعضای باقی مانده کابینه تا چند هفته دیگر را نیز در بر بگیرد. شریف امیری گزارش می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذرد، اما پیکره این حکومت هنوز هم تکمیل نشده است. بیشتر ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شوند و اعضای باقی مانده کابینه هم روشن نیست که چه زمان به مجلس معرفی خواهند شد. اینجا در مجلس هم انتقادهای اصلی نمایندگان از تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه هستند. واقعا تأخیر معرفی کابینه به این شکلی که با سرپرستی ما اداره امور دولتی را اداره میکنیم، این غیر منصفانه است جدا و این تداوم وضعیت نگران کننده برای مردم افغانستان است. تشکیل کابینه به نسبت از اینکه این در حال حاضر خیلی برای ما و شما ضرورتی هم است، به دلیل از اینکه این توانسته بدبختانه بی‌اعتمادی های کشورهای همسایه و جامعه جهانی را در قبال حکومت وحدت ملی ضعیف‌تر و حتی سلب اعتماد بکنه. اما براستی به تکلیف کابینه چه زمان رسیدگی خواهد شد؟ کابینه نسبت به توقع ما بیشتر زمان را گرفته است و این روندی است که باید روی آن بیشتر فکر شد و افراد شایسته و حرفه‌ای انتخاب شد. از این تأخیر راضی نیستم و ما هم در این تأخیر مسئول هستیم. اما کابینه بر بنیاد چارچوب حکومت وحدت ملی باید انتخاب شد و شاید چند هفته را در بر بگیرد. رئیس جمهور در روز گشایش مجلس نمایندگان وعده داده بود که پس از انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان اعضای باقی مانده کابینه را معرفی می کند. بسیاری ها به این باور هستند که تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه فرصت مداخله ها را در تصمیم گیری های حکومت وحدت ملی بیشتر خواهد ساخت و پیامد آن برای افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که در چند ماه گذشته چین 3 بار با طالبان گفتگوهای داشته است. عبدالله عبدالله در نشستی که در دهلی نوسوی روزنامه هندی تودی برگزار شده بود میگوید که اکنون طالبان درک کردند که جنگ راه حل نیست و مشکلات باید از راه گفتگوها حل شوند. رئیس جمهور غنی نیز امروز برای گفتگوهای صلح با عربستان سعودی رفت. در این حال شمار از آگاهان از پیشبرد در روند گفتگوهای صلح با همکاری چین خوشبین هستند. نخستین سفر یکی از رهبران حکومت وحدت ملی به هند، یکی از کشورهای مهم به افغانستان. هرچند این سفر رئیس اجرایی غیر رسمی است، اما دهلی نو از نزدیکی کابل و اسلام آباد نگران است. در این نشست که در دهلی نو برگزار شده است، در درازای 45 دقیقه بیشتر پرسش ها و در قالب های متفاوت از رئیس اجرایی این بودند که آیا اسلام آباد این بار در گفته هایش صادق خواهد بود و آیا این نزدیکی ها سبب کشانیدن طالبان بر میز گفتگو خواهد شد؟ شما می دانید که روابط افغانستان و پاکستان در حالت خوبی قرار نداشت.
و نیاز به تلاش‌های بیشتر داشت تا این روابط بهبود یابد. و این به معنای آن نیست که بهبود روابط ما با پاکستان قربانی روابط ما با هند باشد. در اینجا از نقش چین نیز در گفتگوهای سال از رئیس اجرائیه پرسیده شد. چین در ماه‌های گذشته تا اکنون 3 بار در مکان‌های مختلف با طالبان گفتگوهای را انجام داده است و از طالبان خواسته است تا با دولت افغانستان وارد گفتگو شد و این یک پیام خوبی است، اما باید دید که نتایج آن چه خواهد شد. باورها این هستند که چین یک همکار خوب در گفتگوهای سال به افغانستان بوده می تواند. مذاکرات سال بسیار در اوائل مراحل خود هست و در اوائل مراحل نمیشه که آدم بدون از اینکه نتایجی گرفته باشه و نتایجی افشا کنه که در این حد است. ممکن خود چین یک طرفه با جانب طالبان در تماس گرفته باشه و تا روی پلتفرم و روی آجندای مذاکرات روی محل مذاکرات تا روز به توافق نرسه باشه. مطمئن وقت که اینا به توافق برسن با استفاده از ابزاری که بالای پاکستان داره میتونن در محل بعدی مذاکرات و آجندای مذاکرات چین نقش اساسی بازی کنه. رئیس اجرائیه به این باور است که در گفتگوهای سال بیشتر تلاش میکنند که دستاوردها حفظ شوند، اما برای به نتیجه رسیدن این روند هنوز هم راه درازی در پیش است و در این راه از ساعت‌های زیاده باید گذشت. این در حال است که مجلس نمایندگان از روند گفتگوهای صلح سخت انتقاد میکند و این گفتگوها را غیر شفاف و مبهم میداند. از این مجلس روند آغاز شده را برای گفتگوهای رو در رو با طالبان امتیازدهی به پاکستان میدانند. آنان میگویند که همزمان با خونگیزی ها در کشور گفتگوهای صلح بی‌معناست. در این حال مجلس نمایندگان در نشست امروز فیصله کرد که هفته آینده مشاور امنیت ملی را برای ارائه وضاحت درباره گفتگوهای صلح به این مجلس فرا میخواند. میرعابد جوینده در این باره گزارش تهیه کرده است. تلاش ها برای آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان با مخالفت اعضای مجلس نمایندگان روبرو شده است. نمایندگان مردم در شورای ملی از غیر شفاف بودن این روند ابراز نگرانی می کنند و گفتگوهای صلح را با برخی از چهره های طالبان امتیازدهی به پاکستان می دانند. زغارم پا حیثی و افغان پا دیبان پوشم چه در افغانستان حکومت او در افغانستان دولت د سولې په پروسه کې چا ته امتیاز ورکوي؟ امتیاز انګلستان ته ورکوي، پاکستان ته ورکوي، امریکا ته ورکوي. شمار دیگری از نمایندگان از روشن نبودن چهارچوب این گفتگوها به شدت انتقاد میکنند و با آغاز گفتگوهای صلح همزمان با ادامه کشتن افراد بیگناه مخالف هستند. تلاش بکنن صلحی را که برای افغانستان میآید به مشوره، تقاضا و خواست مردم افغانستان به وجود بیاید. مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه فیصله کرد که هفته آینده باید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برای ارائه معلومات درباره گفتگوهای صلح به این مجلس فرا خوانده شود. صلح بالاخره برای مردم افغانستان پایان جنگ باشه. در صورتی که این صلح برای مردم افغانستان پایان جنگ نداشته باشه، این صلح جز یک دسیسه و توطئه برای مردم افغانستان بوده نمیتونه. این نخستین بار نیست که تلاش‌های حکومت برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان با مخالفت‌ها در داخل کشور روبرو می‌شود. هفته پیش رئیس مجلس سنا و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از این گفتگوها به شدت انتقاد کردند و پاکستان را به فریب و نیرنگ در این روند متهم ساختند. 40% از زمین‌های پروژه شهر جدید کابل غصب شدند. یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی و ساختمان میگوید که حکومت وحدت ملی توان حل مشکل غصب زمین‌های پروژه شهر جدید کابل را ندارد و شمار از غاصبان زمین تلاش دارند تا زمین‌های بیشتر این پروژه را غصب کنند. در این حال شمار از آگاهان بخش اقتصاد با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند که حکومت وحدت ملی در عملی ساختن پروژه شهر جدید کابل بی‌پرواست. زبیح‌الله جهانمل گزارش می‌دهد. پروژه شهر جدید کابل یکی از پروژه های بزرگ اقتصادی کشور است که از سالها بدین سو از آغاز ساخت و ساز آن سخن گفته می شود. اما اکنون این پروژه در گروه غاصبان زمین قرار گرفته است. مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی و ساختمان می گوید که با توجه به گسترش دامنه غصب زمین های این پروژه، حکومت کنونی قادر نیست که به این مشکل رسیدگی کند. ده مشکل دیور قوی حکومت دخواسته کولی شلسی. یه حکومت چې په خپله پاک وي او قوت هم په کافي اندازه ولري او پر خلکو باندې قانون واقعاً عملي کړي. دا یو مسله ده. د دې په څنګ کې بل مشکل چې موږ لرو، زما در مخه درته وویل چې کمبود ظرفیت دی.
پروژه شهر جدید کابل که در منطقه باریکاب و دی سبز برای بوده باش بیش از 3 میلیون فرد طراحی شده است، در 30 سال آینده تا 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری را جذب خواهد کرد. اما با توجه به مشکلات کنونی دیده می شود که برای آغاز کاری این پروژه اراده توانمند وجود ندارد. مشاور رئیس جمهور می گوید با توجه به افزایش بهای زمین در شهر جدید کابل، روند غصب زمین های آن نیز بیشتر شده است. در همین حال شمار از آگاهان اقتصاد مشکلات روزافزون پروژه شهر جدید کابل را نگران کننده می دانند و می گویند که این کار سبب مشکلات زیاد فراراه عملی شدن این پروژه خواهند شد. روند غصب زمین های دولتی ادامه پیدا می کند در صورتی که پروژه تطبیق نشه و سرمایه گذاری هایی که علاقه دارند که در پروژه سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص سکتور خصوصی افغانستان، اونا او پولشان پس فرار می کند و جای کاری که پیش بینی می شه از ایجاد این شهر در نقطه از افغانستان، او جای های کار ایجاد نمی شه. شهر جدید کابل با مساحت 2.5 برابر شهر کنونی کابل از پروژه های مهم اقتصادی کشور است که 8 سال پیش کارهای اولیه برای ساخت این شهر آغاز شد و قرار بود که سال گذشته کار ساختمانی آن آغاز شد، اما به علت غصب زمین های این پروژه به چالش کشیده شد. شوراهای ولایتی و بزرگان قوم ولایت‌های غزنی و زابل برای رهایی 31 مسافر ربوده شده هزاره آستین برزدند. آنان در یک نشست مشترک در زابل عملیات نظامی برای رهایی این مسافران را به نتیجه می‌دانند و می‌گویند که رهایی این مسافران تنها از راه گفتگو ممکن خواهد بود. در این حال شمار از فعالان جامعه مدنی در اعتراض به آزاد نشدن این مسافران در برابر ساختمان شورای ملی خیمه تحسن برپا کردند. تلاش های مردمی برای رهایی 31 مسافر ربوده شده. در روزهای اخیر شهروندان کشور در اعتراض بر ربوده شدن 31 مسافر در زابل با برگزاری نشست ها، گردمایی ها و تحسن ها خواهان رهایی این مسافران شدند. با تازگی شمار از فعالان جامعه مدنی در کابل با برپا کردن خیمه تحسن اعتراضشان را از ربوده شدن 31 مسافر اعلام کردند. ما وعده دادیم که هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست. پس کجا شد؟ 20 روز است که ما از خانواده خود خبر نداریم. اگر واقعا پروسه صلح واقعی هست، حقیقت دارن، اگر شما با سران طالبان در ارتباط هستین، در تفاهم هستین، پس این گروگان گرفتن 31 تن عزیز هزاره بیگناه چی پیامی را میرسانند؟ سکوت حکومت در قبال 31 تن عزیزایی که از سوی طالبان نقاب‌پوش دستگیر شدن برای ملت غیر قابل قبول هست. از سوی دیگر شوراهای ولایتی و بزرگان قوم ولایت‌های زابل و غزنی می‌کوشند تا با طالبان مسلح در ولایت زابل گفتگو نمایند. آنان در یک گردهمایی مشترک در شهر قلات مخالفتشان را با راه اندازی عملیات نظامی برای رهایی این مسافران اعلام کردند و فیصله کردند که برای رهایی این مسافران هزاره جرگه افغانی ایجاد شود. در ټول مشران پریکړه دا وکړه چې باید منګلري مشران او سپینږیري په دې منځ کې ملایان آلمان دا وګرځي او دا دیشتنه زموږ ضرورونه چې کوم یرغمل سوي دي او دا بیرته راخوشي سي سلامت کړو کورو ته. شوراهای ولایتي و بزرگان قوم و ولایت های غزنی و زابل را بودن این مسافران هزاره را فاجعه بار میدانند و از ربایندگان میخواهند که بارها ساختن این مسافران هزاره از درگیری های قومی و فرقه ای جلوگیری بکنند. غزنده اولسونه مشران وقتنه دغه مسلې حل په د افغاني جرګو پښتني اناناتو د سولې او تفاهم لاره دي. 19 روز پیش نقابداران توفنګدار 31 مسافر هزاره را در ولایت زابل ایستانیدند و آنها را به ولسوالی خاک افغان انتقال دادند. اکنون گفته هایی وجود دارد که گروگانگیران آنها را در دسته های جداگانه به بخش های کوهستانی ولایت زابل و یا هم به ولسوالی های ناامن غزنی بردند. ادامه خبرها از طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز. رئیس سازمان استخبارات مرکزی آمریکا شکست کامل داعش را در یک شب امکان پذیر نمی‌داند و می‌گوید که با توجه به امکانات مالی و نظامی جنگجویان داعش، پیکار جهانی در برابر این گروه به درازا خواهد کشید. در این حال، دبیر کل ناتو و نخست وزیر بریتانیا تهدید افرادگرایی اسلامی را بزرگترین تهدید بر امنیت کشورهای عضو ناتو می‌دانند. رئیس سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا داعش را یک خطر جدی به منطقه و جهان می‌داند. جان برینن که در شورای روابط خارجی در نیویورک سخن می‌گفت، بر ادامه پیکار جهانی با داعش تاکید می‌ورزد.
داعش خوب تجهیز شده است و از امکانات مالی خوب نیز برخوردار است. جنگجویان داعش به جنگ سخت پابند هستند و این گروه نه تنها برای عراق و سوریه بل برای منطقه و جهان یک خطر جدی است. داعش در یک شب نابود نخواهد شد. در همین حال دبیر کل ناتو و نخست وزیر بریتانیا که در لندن سخن می گفتند نیز به این باور هستند که داعش یک تهدید جدی به کشورهای عضو ناتو است. البته چالش‌هایی را که ما می‌بینیم گسترش آشوب و خشونت در سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا است. داعش در حال یک خطر جدی به امنیت منطقه و جهان پنداشته می‌شود که این گروه سخت می‌کوشد تا بخش‌های بیشتر عراق و سوریه را تصرف کند. اما تا کنون حمله‌های هوایی ائتلاف جهانی بر رهبری ایالات متحده آمریکا نیز نتوانستند تا این گروه را به گونه کامل نابود سازند. و اکنون نگاه زودگذاری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. فاصله های مهمی میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان در گفتگوهای هسته‌ای وجود دارند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید در حال حاضر نمیداند که گروه 5 به اضافه 1 تا آخر ماه روان میلادی میتواند با ایران روی چهارچوب یک توافق هسته‌ای دست یابد یا نه. ناو جنگی آمریکایی USS Fort Worth امروز به کناره‌های جنوبی کره جنوبی رسید. قرار است این ناو جنگی نیروهای دریایی ایالات متحده در تمرینات نظامی مشترک سربازان آمریکایی و کره جنوبی به نام جوجه عقاب شرکت کند. این ناو جنگی از توانایی ماین‌روبی در بخش‌های دریایی رویارویی با تحرکات زیردریایی‌ها و موشک‌ها برخوردار است. در طوفان در جمهوری وانواتو در جنوب اقیانوس آرام 8 تن جان باختند. مقام های مدد رسان در وانواتو می گویند که طوفان پام با سرعت 270 کیلومتر در ساعت سبب سرازیر شدن سیلاب، قطع خط های تلفن و ریشه‌کن ساختن شمار بزرگی از درخت ها شده است. این طوفان به پاپوا گینه نو و جزایر سلیمان نیز آسیب رسانده است. یک زن اهل ویلز تصمیم دارد تا برای افزایش آگاهی اجتماعی درباره سرطان پروستات از شهر نیویورک تا سان فرانسیسکو بدود. این زن 68 ساله که شوهرش نیز در نتیجه سرطان پروستات جان باخته است، از ماه اکتبر سال گذشته میلادی به این سو با دویدن تلاش کرده است تا آگاهی را درباره این بیماری افزایش دهد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اگر تونل‌های معدن زغال سنگ در ریسوف ولایت سمنگان تحکیم نشوند، فاجعه انسانی به بار خواهند آمد. پلیسوال در ریسوف میگوید که اگر مسئولان تونل‌های معدن زغال سنگ دهنه تور و شباشک این پلیسوالی را محکم کاری نکنند، بسیاری از این تونل‌ها در بهار سال آینده ویران خواهند شد و فاجعه انسانی به بار خواهند آورد. پلیسوال در ریسوف میگوید که کندن کاری های غیر معیاری در این معدن هر لحظه جان هزاران کارگر را با خطر مرگ تهدید می کند. بیشتر از 100 تونل در قلب این کوه ها وجود دارند، تونل هایی که هر کدام به درازی 700 تا 1000 متر می رسند. این تونل ها به گونه غیر معیاری حفر شدند و کارگران با پذیرفتن خطر از این تونل ها زغال سنگ استخراج می کنند. فلسفال در ایسوف بالا هشدار می دهد که اگر وزارت معدن این تونل ها را تحکیم نکنند، احتمال ویران شدن این تونل ها بسیار زیاد است. هر لحظه امکان خطرات و تلفات انسانی را بار میاره که ما بارهایی را گفتیم، هم ارگان های کشفی امنیتی را، هم قماندانی را، هم امنیت را، هم سارنوالی را و هم ملایت را، حتی خود وزارت معدن ریاست در جان است. متاسفانه با این پولیسی که داریم، با این قدر کارگر کست، ما جلوش گرفتن نتانستیم. 110 تونل زغال سنگ برگستره 12 کیلومتر در معدن دهنه تور و 250 تونل دیگر برگستره 13 کیلومتر در معدن شباشک ولایت سمنگان وجود دارند. در هر دو معدن بیشتر از 6000 نفر کارگر کار میکنند. صفایی که در معدن دهنه تور وجود داره تمام از این صفای خودسر است و توسط مردم افر شده، فقط بجز از دو صفی که مربوط به دولت میشه، یعنی دولتی است. این کارگران نیز از احتمال نشست این تونل ها آگاهی دارند. از این رو از حکومت می خواهند که کار تحکیم این تونل ها را روی دست بگیرند. مادن دیگر روز کوچ میکنه نفرای بیچاره را میکشه. ما شاهد کشتارهایی هستیم که 4-5 نفر از یک خانواده بوده، ولی هیچ بازخواستی هم نشد. این در حال است که در سال روان 37 نفر کارگر در اثر انفجار گاز میتان و نیز نشست برخی از این تونل ها جانهایشان را از دست دادند.
اکنون اگر وزارت معادن برای تحکیم این تونل ها تدابیر جدی روی دست نگیرد، احتمال دارد که شمار زیاد از کارگران این تونل ها باز هم جانهایشان را از دست بدهند. و اکنون این هم سمیر رسا با چند خبر ورزشی. خیلی خوش آمده سمیر. تشکر. پس از میان برنامه کوتاه برمیگردیم. باز هم خوش آمدید. نخستین دور رقابت‌های فوتبال جام نوروزی لیگ برتر فوتبال افغانستان روشن فردا در ولایت ننگرهار آغاز خواهد شد. هدف از برگزاری این رقابت‌ها رسانیدن پیام صلح از طریق فوتبال به شهروندان کشور و جهانیان گفته شده است. در این رقابت‌ها تیم‌های فوتبال شاهین آسمایی از کابل، د میوان اطلان از حوزه جنوب غرب، دسپین غربازان از حوزه شرق و سیمرغ البرز از حوزه شمال کشور شرکت دارند. بازی برای سال شعار فوتبال بازان است که در تیم‌های شاهین آسمایی، د میوان اطلان، د سپینغر بازان و سیمرغ البرز توپ می‌زنند. اینان با این شعار برای رسانیدن پیام سال به شهروندان کشور و جهانیان در رقابت‌های جام نوروزی در برابر هم سفاری می‌کنند. مسئولان لیگ برتر افغانستان روشن پیش از آغاز این رقابت‌ها در یک نشست خبری درباره چگونگی برگزاری این رقابت ها سخن می زنند. این هم ورزش‌های فوتبال ولایت ننگرهار که به روز یکشنبه میزبان رقابت‌های فوتبال جام نوروزی است. این رقابت‌ها به گونه رفت و برگشت برگزار خواهند شد و در نخستین روز این رقابت‌ها شاهین آسمایی در برابر د میوان اطلان می‌ایستد. تکواندوکاران هرات فاتح رقابت‌های تکواندو در میان 10 ولایت کشور شدند. کابلیان دوم شدند و ولایت دایکندی هم در جایگاه سوم استاد. این رقابت ها زیر نام یاد بود از شهدای 24 مای حدود سال 1357 ولایت هرات برگزار شده بودند. این رقابت ها در رده سینی نوجوانان و به گونه تیمی در 10 وزن برگزار شده بودند. هفته 27 فوتبال لالیگا اسپانیا با پیروزی والنسیا آغاز شد. در این دیدار والنسیا با 2 گل دپورتو لاکرونیا را شکست داد. در دمه این رقابت های امشب بارسلونا مهمان ایبار است و اسپانیول با اتلتیکو مادرید دیدار می کند. فردا شب هم رئال مادرید و لوانته به مساف هم خواهند رفت. در جدول لالیگا بارسلونا با 62 امتیاز پیشتاز است و رئال مادرید با 61، والنسیا با 57 و اتلتیکو مادرید با 55 امتیاز دوم تا چهارم هستند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار. مانده کابینه هستند. واقعا تأخیر معرفی کابینه به این شکلی که با سرپرستی ما اداره امور دولتی را اداره میکنیم، این غیر منصفانه است جدا و این تداوم وضعیت نگران کننده برای مردم افغانستان است. تشکیل کابینه به نسبت از اینکه این در حال حاضر خیلی برای ما و شما ضرورتی هم است، به دلیل از اینکه این توانسته بدبختانه به اعتمادی های کشورهای همسایه و جامعه جهانی را در قبال حکومت وحدت ملی ضعیفتر و حتی سلب اعتماد بکنه. اما براستی به تکلیف کابینه چه زمان رسیدگی خواهد شد؟ کابینه نسبت به توقع ما بیشتر زمان را گرفته است و این روندی است که باید روی آن بیشتر فکر شد و افراد شایسته و حرفه‌ای انتخاب شد. از این تأخیر راضی نیستم و ما هم در این تأخیر مسئول هستیم. اما کابینه بر بنیاد چارچوب حکومت وحدت ملی باید انتخاب شد و شاید چند هفته را در بر بگیرد.
رئیس جمهور در روز گشایش مجلس نمایندگان وعده داده بود که پس از انتخابات هیئت اداری مجلس نمایندگان اعضای باقی مانده کابینه را معرفی می کند. بسیاری ها به این باور هستند که تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه فرصت مداخله ها را در تصمیم گیری های حکومت وحدت ملی بیشتر خواهد ساخت و پیامد آن برای افغانستان بسیار خطرناک خواهد بود. در این حال رئیس جایه حکومت وحدت ملی میگوید که در چند ماه گذشته چین سه بار با طالبان گفتگوهای داشته است. عبدالله عبدالله در نشستی که در دهلی اینا و سوی روزنامه هندی تودی برگزار شده بود میگوید که اکنون طالبان درک کردند که جنگ راه حل نیست، با مشکلات باید از راه گفتگوها حل شوند. رئیس جمهور غنی نیز امروز برای گفتگوهای صلح با عربستان سعودی رفت. در این حال شما از آگاهان از پیشبرد روند گفتگوهای صلح با همکاری چین خوشبین هستند. نخستین سفر یکی از رهبران حکومت وحدت ملی به هند، یکی از کشورهای مهم به افغانستان. هرچند این سفر رئیس اجرایی غیر رسمی است، اما دهلی نو از نزدیکی کابل و اسلام آباد نگران است. در این نشست که در دهلی نو برگزار شده است، در درازای 45 دقیقه بدین سو از آغاز ساخت و ساز آن سخن گفته می شود. اما اکنون این پروژه در گروه غاصبان زمین قرار گرفته است. مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی و ساختمان می گوید که با توجه به گسترش دامنه غصب زمین های این پروژه، حکومت کنونی قادر نیست که به این مشکل رسیدگی کند. ده مشکل دیور قوی حکومت دخواسته کولی شلسی یا حکومت چې خپل پاک وي او قوتم په کافی اندازه ولري او پر خلکو باندې قانون واقعا عملي کړي. دا یو مسله ده. د دې په څنګ کې بل مشکل چې موږ لرو، ما در مخه درته وویل چې کمبود د ظرفیت دی. پروژه شهر جدید کابل که در منطقه باری کاب و دی سبز برای بود و باش بیش از 3 میلیون فرد طراحی شده است، در 30 سال آینده تا 70 میلیارد دلار سرمایه گذاری را جذب خواهند کرد. اما با توجه به مشکلات کنونی دیده می شود که برای آغاز کاری این پروژه اراده توانمند وجود ندارد. مشاور رئیس جمهور می گوید با توجه به افزایش بهای زمین در شهر جدید کابل، روند غصب زمین های آن نیز بیشتر شده است. در همین حال شمار از آگاهان اقتصاد مشکلات روزافزون پروژه شهر جدید کابل را نگران کننده می دانند و می گویند که این کار سبب مشکلات زیاد فراراه عملی شدن این پروژه خواهند شد. روند غصب زمین های دولتی ادامه پیدا می کند در صورتی که پروژه تطبیق نشه و سرمایه گذاری هایی که علاقه دارند که در پروژه سرمایه گذاری صورت بگیره، بخصوص سکتور خصوصی افغانستان، اونا او پولشان پس فرار می کند و جای کاری را که پیش بینی می شه از ایجاد این شهر در نقطه از افغانستان، او جای های کار ایجاد نمی شه. شهر جدید کابل با مساحت 2.5 برابر شهر کنونی کابل از پروژه های مهم اقتصادی کشور است که 8 سال پیش کارهای اولیه برای ساخت این شهر آغاز شد و قرار بود که سال گذشته کار ساختمانی آن آغاز شد، اما به علت غصب زمین های این پروژه به چالش کشیده شد. شوراهای ولایتی و بزرگان قوم ولایت‌های غزنی و زابل برای رهایی 31 مسافر ربوده شده هزاره آستین برزدند. آنان در یک نشست مشترک در زابل عملیات نظامی برای رهایی این مسافران را بی‌نتیجه می‌دانند و می‌گویند که رهایی این مسافران تنها از راه گفتگو ممکن خواهد بود. در این حال شماره از فعالان جامعه مدنی در اعتراض به دقیقه بیشتر پرسش‌ها و در قالب‌های متفاوت از رئیس اجرایی این بودند که آیا اسلام آباد این بار در گفته‌هایش صادق خواهد بود و آیا این نزدیکی ها سبب کشانیدن طالبان بر میز گفتگو خواهد شد؟ شما می دانید که روابط افغانستان و پاکستان در حالت خوبی قرار نداشت و نیاز به تلاش های بیشتر داشت تا این روابط بهبود یابد، و این به معنای آن نیست که بهبود روابط ما با پاکستان قربانی روابط ما با هند باشد. در اینجا از نقش چین نیز در گفتگوهای سال از رئیس اجراییه پرسیده شد. چین در ماه‌های گذشته تا اکنون سه بار در مکان‌های مختلف با طالبان گفتگوهای را انجام داده است و از طالبان خواسته است تا با دولت افغانستان وارد گفتگو شد، و این یک پیام خوبی است، اما باید دید که نتایج آن چه خواهد شد. باورها این هستند که چین یک همکار خوب در گفتگوهای سال به افغانستان بوده می تواند. بسیار در اولین مراحل خود هست و در اولین مراحل نمیشه که آدم بدون اینکه نتایجی گرفته باشه و نتایج افشا کنه که دهی هست. ممکن خود چین یک طرفه با جانب طالبان در تماس گرفته باشه
و تا روی پلتفرم و روی آجندای مذاکرات روی محل مذاکرات تا روز به توافق نرسه باشه. مطمئن وقت که اینا به توافق برسن با استفاده از ابزاری که بالای پاکستان داره میتونن در محل بعدی مذاکرات و آجندای مذاکرات چین نقش اساسی بازی کنه. رئیس اجراییه به این باور است که در گفتگوهای سال بیشتر تلاش میکنند که دستاوردها حفظ شوند. اما برای به نتیجه رسیدن این روند هنوز هم راه درازی در پیش است و در این راه از ساعت‌های زیاده باید گذشت. این در حال است که مجلس نمایندگان از روند گفتگوهای صلح سخت انتقاد میکند و این گفتگوها را غیر شفاف و مبهم میداند. از این مجلس روند آغاز شده را برای گفتگوهای رو در رو با طالبان امتیازدهی به پاکستان میدانند. آنان میگویند که همزمان با خونگیزی ها در کشور گفتگوهای صلح بی‌معناست. در این حال مجلس نمایندگان در نشست امروز فیصله کرد که هفته آینده مشاور امنیت ملی را برای ارائه وضاحت درباره گفتگوهای صلح به این مجلس فرا میخواند. میر آبد جوینده در این باره گزارش تهیه کرد. به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه هوت سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه مارس سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. بزرگ مجلس از تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه. تأخیر معرفی کابینه به این شکلی که با سرپرستی ما اداره امور دولتی را اداره میکنیم این غیر منصفانه است. گفتگوهای رو در روی چین با طالبان. چین در ماه‌های گذشته تا اکنون 3 بار در مکان‌های مختلف با طالبان گفتگوهای را انجام داده است و از طالبان خواسته است تا با دولت افغانستان وارد گفتگو شود. ناتوانی حکومت در بازپسگیری زمین‌های غصب شده پروژه جدید کابل و تاکید رئیس استخبارات آمریکا بر پیکار دراز مدت در برابر داعش. مشروع خبرها. مجلس نمایندگان هشدار میداد که تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده کابینه سبب بی‌اعتمادی جامعه جهانی به حکومت وحدت ملی خواهد شد. رئیس مجلس نمایندگان میگوید حکومت ناگزیر است اعضای باقی مانده کابینه را تا پیش از سفر رئیس جمهور به آمریکا به این مجلس معرفی کند. در این حال رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی میگوید که انتظار می‌رود اعضای باقی مانده کابینه تا چند هفته دیگر را نیز در بر بگیرد. شریف امیری گزارش می‌دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. 6 ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی می گذارد. اما پیکره این حکومت هنوز هم تکمیل نشده است. بیشتر ولایت ها از سوی سرپرستان اداره می شوند و اعضای باقی مانده کابینه هم روشن نیست که چه زمان به مجلس معرفی خواهند شد. اینجا در مجلس هم انتقادهای اصلی نمایندگان از تأخیر در معرفی اعضای باقی مانده است. تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان با مخالفت اعضای مجلس نمایندگان روبرو شده است. نمایندگان مردم در شورای ملی از غیر شفاف بودن این روند ابراز نگرانی می‌کنند و گفتگوهای صلح را با برخی از چهره‌های طالبان امتیازدهی به پاکستان می‌دانند. زغارم په هیڅ و افغان په دې باندې پوښم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان دولت د صلح په پروسه کې چاته امتیاز ورکوي. امتیاز انگلستان ته ورکوی، پاکستان ته ورکوی، امریکا ته ورکوی. شمار دیگری از نمایندگان از روشن نبودن چهارچوب این گفتگوها به شدت انتقاد میکنند و با آغاز گفتگوهای صلح همزمان با ادامه کشتن افراد بیگناه مخالف هستند. تلاش بکنند صلح را که برای افغانستان میآید با مشوره، تقاضا و خواست مردم افغانستان به وجود بیاید. مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه فیصله کرد که هفته آینده باید مشاور امنیت ملی رئیس جمهور برای ارائه معلومات درباره گفتگوهای صلح به این مجلس فرا خوانده شود. صلح بالاخره برای مردم افغانستان پایان جنگ باشه. در صورتی که این صلح برای مردم افغانستان پایان جنگ نداشته باشه، این صلح جز یک دسیسه و توطئه
برای مردم افغانستان بوده نمیتونه. این نخستین بار نیست که تلاش‌های حکومت برای آغاز گفتگوهای رو در رو با طالبان با مخالفت‌ها در داخل کشور روبرو می‌شود. هفته پیش رئیس مجلس سنا و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز از این گفتگوها به شدت انتقاد کردند و پاکستان را به فریب و نیرنگ در این روند متهم ساختند. 40% از زمین‌های پروژه شهر جدید کابل غصب شدند. یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در امور شهرسازی و ساختمان میگوید که حکومت وحدت ملی توان حل مشکل غصب زمین‌های پروژه شهر جدید کابل را ندارد و شمار از غاصبان زمین تلاش دارند تا زمین‌های بیشتر این پروژه را غصب کنند. در این حال شمار از آگاهان بخش اقتصاد با انتقاد از حکومت وحدت ملی میگویند که حکومت وحدت ملی در عملی ساختن پروژه شهر جدید کابل بی‌پرواست. زبیح‌الله جهان مل گزارش می‌دهد. پروژه شهر جدید کابل یکی از پروژه‌های بزرگ اقتصادی کشور است که از سال